سلام، من هانیم. به اتاق 13 خوش اومدید. من مطمئنم که همه شما توی این چند روز مثل من درگیر پرونده بابک خرمدین شدید. خب من فکر میکردم که این پرونده مثل بقیه پرونده های قتله، هرچند قتل فجیعیه ولی یه قتله. اما وقتی که مشخص شد قاتل داستان ما یه قاتل سریالیه، خب برای ما همین داستان جالب شد و تصمیم گرفتیم که این داستان رو تا انتها ادامه بدیم، حتی بعد از اینکه این جنجال ها تموم شد و تقریبا سکوت خبری اتفاق افتاد. پس بریم داستان رو از یه نقطه شروع کنیم. روز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1400، یعنی تقریبا 3 روز پیش، کارگرای شهرداری وقتی داشتن سطلای زباله رو خالی می‌کردن، یه پلاستیک سیاه دیدن. معمولا کارگرای شهرداری مرسومه که پلاستیکا رو باز می‌کنن وقتی که می‌خوان بندازن توی اون ماشینشون، حالا به چه دلیل نمی‌دونم، شاید قانون باشه، ولی خب پلاستیک رو باز میکنم و یه چیز عجیب میبینن. دوتا کف دست، دوتا پاشنه پا، دوتا بازو و دوتا سرشونه. همین باعث میشه که بلا فاصله با پلیس تماس میگیرن. وقتی تیم جنایی در صحنه حاضر میشن و اون اعضای تکه تکه شده بدن رو میبینن، حدس میزنن که این اعضا متعلق به یک مرده که حدوداً 40 تا 50 سالشه. نگهبان شهرک اکباتان میگه که این زباله، این کیسه زباله مربوط به این فاز شهرک نیستش، به خاطر اینکه تمام اون قسمت سیستم شوتینگ زباله دارن و ما قبل از اینکه زباله ها رو از ساختمون خارج کنیم تمام پلاستیک ها چک میشه و ما مطمئنیم که این پلاستیک متعلق به اینجا نیست. همینم باعث میشه که دوربین ها رو چک کنن. وقتی چک میکنن یه پیرمردی رو میبینن که به سختی میتونه راه بره، با این حال یه کیسه دستشه که اونو میاره و میندازه توی سطل آشغال. همه این عوامل عجیب و غریب دست به دست هم داد تا پلیس دستور انگشت‌نگاری رو صادر کنه و مشخص شد که این تکه ها متعلق به یک مرد 47 ساله به اسم بابک خرمدینه. بابک چند تا فیلم کوتاه درست کرده و به عنوان مدرس سینما توی دانشگاه تدریس میکنه. با به دست اومدن هویت بابک مشخص شد اون پیرمرد لنگان لنگانی که می اومده پدر بابک بوده. خب بلافاصله پلیس ها به محل اقامتشون رفتن و دستگیرشون کردن. یه فیلم امنیتی از داخل آسانسور به دست اومده که بریم اونو با هم ببینیم. زن رو تو ماشین گفته برو بشین عقب، نگهبان پرسیدن گفته قلبش درد میکنه داره میبرمش بهتری اومدش. ببین این دفعه دیگه هر چی بود و نبود باهاش کرده آورده. ماشین اون تو نایلکس بود. ببین این یه نایلکسه، اینم یه نایلکسه، اینها آره یه دونه هم نیست، دو تا سه تا نایلکس یه دو تا هم دیگه آره. دست زدن فرد کردن و آره میگم که این دست زنه رو پرد کردم و خیلی مستبد و نمیدونم فلان. اینو بگیر این دیگه تا آخرشون بودم. آخه فکر نکرده که الان یکی تو ورودی بیاد ببینه میگه آقا بذار کمک میتونم. دیدم روش رفتانت خیلی کمه، گردون تو بدم. این اینا رو الان چجوری تو نفره اینا؟ میزه ماشین رو برده دم در بودی؟ ماشین هم اونجه دم در ببین برد گذاشت دم در هنو بیرون نبود. ماشین رو برده برده آره 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 ده تومن داده نگهبانه ماشین رو برده تو. اون ببین چقدر سنگینی که با چرخ داری میبره. این دست زنه چی ها هست؟ لباس مباسه، اون حتما اون ملافه پلافه های خونیه. آره. دیگه چون سفیده توش. آره
تموم شد دیگه نیست. دوربین ها نشون میداد که پدر و مادر بابک بعد از اینکه از آسانسور خارج شدن ماشین رو آورده بودن داخل و پلاستیک ها رو در داخل ماشینشون که تاکسی بود قرار دادن و از فاز یک شهرک اکباتان خارج شدن. در اعترافات اولیه پدر بابک گفتش که من روز قبل از حادثه به خونه اومدم و به همسرم گفتم که ما باید کار بابک رو تموم کنیم و همسرم هم قبول کرد. اون روز ظهر ما آبگوشت مرغ داشتیم و همسرم بعد از اینکه غذا رو پخت یک کاسه برای بابک کشید، داخلش یه عالم قرص خواب ریخت و بعد که بابک اومد خونه غذا رو نخورد و گفت که من بیرون غذا خوردم، بعدم غذا رو میخورم. فردای اون روز بابک ظهر بعد از اینکه کلاس آنلاینش تموم شده بود اومد نشست و غذاش رو خورد. یک کم که از غذا رو خورد حالت بیهوشی و نیمه بیهوش داشتش و متوجه شده بود که ما براش نقشه هایی داریم. میگه یک کمی بلند شد، من در حالی که داشتم پاهاشو با بند کفش میبستم بلند شد که با من درگیر بشه، ولی دارو اثر کرده بود و نمیتونست ادامه بده و محکم خورد زمین. بعدش هم گردنش رو با یک بست پلاستیکی بستم که احتمالاً به خاطر این بوده که میخواسته خفش کنه شاید. بعد گفت که همسرم یه دونه چاقو آورد و من چاقو رو در سینه‌اش فرو کردم. بعد از اینکه مطمئن شدم مرده با همسرم اون رو کشون داخل حمام بردیم و شروع کردیم به تکه تکه کردنش. پدر بابک میگه که حدوداً ساعت 5 بعد از ظهر این اتفاق افتاد و من بابک رو کشتم و تا ساعت 12 شب مشغول تکه تکه کردنش و بسته بندیش بودیم و بدن تکه تکه شده اون رو در 8 تا پلاستیک مختلف قرار دادیم. خودش میگه که ما 3 تا ساک آماده کرده بودیم ولی خب بیشتر احتیاج داشتیم و مجبور شدیم توی پلاستیک های سیاه اونو قرار بدیم. بعدش هم که فیلم آسانسور رو دیدید، میارنش بیرون، سوار تاکسیشون میشن و میبرن در 3 نقطه تهران، جسد رو رها میکنن. یکیش در فاز 3 اکباتان بوده، یکیش میدان صنعت بوده و یکیش هم آریا شهر بوده. تا همین الان بهتون بگم که همه از جسد به دست نیومده. حداقل میدونیم که سر بابک هنوز پیدا نشده. در اعترافاتی که پدر بابک کرد گفت که من در یک ماه گذشته 15 کیلو وزن از دست دادم و دکتر رفتم. دکتر به من گفت که اگر استرس هات رو کم نکنی کمتر از یک سال دیگه زنده ای و من هم میخواستم استرس هام رو از بین ببرم. بابک عامل اصلی این بود که من استرس دارم، برای همین باید از شرش راحت میشدم. پدر بابک گفتش که من با پول مسافر کشی با تاکسی اونو فرستادم درس بخونه و ارشد بگیره، ولی اون اصلا اهل درس نبود و همش ما رو اذیت میکرد، بدرفتاری میکرد، گاهی من و مادرش رو کتک میزد، دخترها رو میآورد خونه به بهانه تدریس خصوصی و باهاشون رابطه جنسی برقرار میکرد. کلن در مورد اخلاقیات ظاهرن مشکل داشتن. هیچ کدومش از آوردن نداره. خب هیچم کابوسش که سراغتون نمیمن. کابوسش؟ که چرا مثلا اینا مثلا لحظه خوش نه نمیمن. بیدن چرا؟ چون من احساس بودم شما هم برنجی کسانی پشته بودن که موزل و فساد اخلاقی بالایی داشت. دخترم اعتراض میگرد بابا امشب هم نیا. با پیدا شدن جسد بابک کم کم زمزمه های اتفاق افتاد. از طرف دوستان بابک و دوستان خانوادگی خانواده خرمدین که می گفتن که دختر و داماد آقای خرمدین رو چندین سال ندیدن و اونو ادعا کردن که رفتن خارج از کشور و نمیخوان با کسی ارتباط بگیرن. خانواده خرمدین 4 تا فرزند داشتن. آرزو متولد 51، بابک متولد 53
افشین متولد 54 و آذر متولد 61. چیزی که ما الان میخواییم در صحبت کنیم در موردش، در مورد آرزوه. آرزویی که متولد 51 و از سال 90 کسی شوهرش رو ندیده و از سال 97 کسی خودش رو ندیده. خانواده خرمدین به دوستان آرزو گفتن که دخترشون رفته ترکیه پناهنده شده و از اونجا رفته کانادا و با هیچ کس نمیخواد ارتباط برقرار کنه. آرزو ظاهرن قبلن یک بار ازدواج کرده بوده و در سال 88 از همسرش جدا شده بوده و بعدش با پسر عمش فرامرز ازدواج میکنه. اما ازدواجشون دوامی نداشته و همش با هم درگیر بودن. تقریبا 6 ماه بوده که گذشته بوده و خانواده خرمدین تصمیم میگیرن که دامادشون رو که همون میشه خواهرزادش رو دعوت کنه خونش. خودشون در اعترافاتشون گفتن که ما براشون زرشک پلو با مرغ پختیم، فقط برای دامادشون. اون روز فقط داماد اومده خونشون، زرشک پلو با مرغ پختیم و همسرم توی غذاش قرص خواب آور ریخته و بعد از اینکه مطمئن شدیم که بیهوش شده، به روش بابک اون رو به قتل رسوندیم. یعنی اول با چاقو کشتمش، بعدش بردمش همون و تیکه تیکش کردم و بعد در سرتاسر تهران پخش کردم جسدش رو. اکبر خرمدین به خانواده خواهرش میگه که پسرشون درگیر قاچاق انسان بوده و ماشین پسرشون رو، یعنی همون داماد خودش رو، در نزدیکی فرودگاه مهرآباد پیدا کرده و دامادش فرار کرده خارج از کشور به خاطر اینکه پلیس دنبالش بوده. ظاهرا اول میرن گزارش مفقودی رو میدن و بعدش میرن پس میگیرن و دیگه هیچ کس دنبال این آدم گم شده نمیگرده. 7 سال بعد از قتل داماد که همسرش فکر میکرده شوهرش مفقود شده، پدر و مادرش تصمیم میگیرن که آرزو رو هم به قتل برسونن مثل شوهرش و ادعا میکردن. این ادعاییه که خانواده خرمدین کردن که دخترشون درگیر مواد مخدر بوده، درگیر الکل بوده، در صورتی که دوستانش میگن که آرزو بیماری MS داشته و خیلی مریض بوده و اصلا توانایی اینو نداشته که بخواد مهمونی بره یا پارتی بره. به هر جهت کله پاشه درست میکنن، دخترشون رو دعوت میکنن، بیهوشش میکنن و دوباره به روش داماد میکشنش. در این چند روز چند تا ویدیو هم پخش شده در همین 3 روز گذشته. مثلا یه ویدیویی که من امروز داشتم نگاهش میکردم این بود که دوست صمیمی آرزو ادعا میکرد که آرزو بهش گفته که پدرش در کودکی بهش تجاوز میکرده و مادرش از این مسئله خبر داشته. خب چون ویدیو 5 دقیقه بود و طولانی بود، من در وسط این ویدیو نمیتونم خبرش بدم، ولی در آخر ویدیو میتونین این ویدیو رو تماشا کنینش. محققین دایره جنایی میگن که ما داریم میگردیم دنبال آدم هایی که به هر نحوی با خانواده خرمدین در ارتباط بودن و حدسشون بر اینه که تعداد قربانیانشون خیلی بیشتر از این 3 نفره به خاطر خونسردیشون، ریلکسیشون که اصلا انگار اتفاقی نیفتاده، انگار هیچی نشده، فقط فساد رو پاک کردن و میگن که ما باید بفهمیم که کسای دیگه هم بودن یا نه. پلیس دایره جنایی میگه که ما از لحاظ روانی این 2 نفر رو بررسی کردیم و به نظر نمیاد که دچار زوال عقل باشن. در 95% در سلامتی کاملن، اسمها رو، مکانها رو خیلی راحت به یاد میارن و مشکلی ندارن. شما بابت هر قتلی که بود ناراحت نمیشدی؟ بگی مثلا. نه اصلا ناراحت نیستم. اون خیلی من درش کشیدم، اذیت کشیدم از دستش خیلی. بعد اصلا ناراحت نیستم. خود اون مادر راضی میشه بچه‌ش. همون سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شده که مادر راضی شده؟ راضی شده. خب راضی شده. اصلا هم ناراحت نیستم. اگه برگرده به قبل بازم شما همین کار میکنید؟ نه اگه خوب باشه. نه اگه خوب باشم، مهربون باشم، خوب باشم با من، خوب
اصلا بابت منو دیگه نمیزن، روهم نمیشه بگم. نه چی کار میکرد با من؟ رابطتون با شوهرتون خوبه؟ شما مشکلی ندارید؟ نه با شوهرم بابسون خیلی هم خوبه، خیلی خوبه شوهرم. شوهرم با من یا منو بگیره بزنه یا خوشهای بد بده؟ نه این اول پیشنهاد کی میداد پیشنهاد قتلو؟ دوتایی با هم شدیکی. خب اولین نفری که مثلا میگو خب مثلا به جایی رسیده که دیگه بعد به قتل برسونیم کی بود؟ شوهرم گفت، منم گفتم باش، یعنی قبول کردیم با هم شدیم. فکر نمی کردی یه وقت لو بره؟ بله؟ فکر نمی کردی یه وقت لو بره؟ لو بره؟ نه اصلا خوستیم صبح گفتیم بریم پولی کاسکا بگیم، بگیم بابکو کشتیم، بریم بگیم، بریم بابکو، بگیم بابکو کشتیم. شوهرم طوری گفت. خب چرا نگفتیم؟ و قبلی ها رو چرا نگفتیم؟ نه دیگه میخواستیم بیاییم دیگه، میخواستیم بیاییم که مامورا اومدن دیگه. نه خب قبلی ها رو چرا نگفتیم؟ قبلی ها رو دیگه نگفتیم دیگه. حالا یه نکته ای هم که مطرح اینه که مثلا بابکشون در جریان بود، ممکن بود بره پلیس بگه، اینجوری شده. نه بابک براش اصلا مهم نبود. خب نمیگفت خواهر من کجاست؟ براش مهم نبود. واسه نپرسید اینو؟ نپرسید. چرا فهمیده بود؟ گفت نه با آرزو نه زنگ میزنه نه خبری ازش هست، نکنه بلا سر آرزو اومده مثلا کشته شده اینا، اینا رو میگفت دیگه، هیچی دیگه براش مسئله نبود. محققین دایره جنایی میگن که آقای خرمدین اعتقادات مذهبی نداره، بیشتر اعتقادات ملی میهنی داره و انقدر علاقمند به تاریخ ایران بوده که فامیل خرمدین رو برای خودش انتخاب میکنه و فامیلش رو عوض میکنه. عراق جنگید و این سبب شد که عراق و تونستیم از ایران پاک و مقدس بیرون کنیم. از 9 سالگی نماز روزم ترک نشد تا زمانی که رادیکال پروستات تکتومی انجام دادم. 18-19 سال پیش. من عربا مشکل دارم، دوستشون ندارم، اصلا عربا رو دوست ندارم، قدرت داشته باشم کل در حال از بین میبرم. خیلی از بزرگان دین ما عرب هستن. من تمام دفتر خاطرات هم نوشتم، دستیات هم نامه هم عرب در چیز من ائمه اطهار رو میپرستم، دوستشون دارم و پیرور مکتب علی و محمد هستم. به خاطر همین حضرت علی میگه بهترین سرمایه یک انسان فرزند نیکه. منتها فرزندان من به خاطر این که 17 سال زمانی که اینا رفتن دانشگاه بالا سرشون نبود، 17 سال من شبانه روزه بودم، این خانم با 5 کلاس سواد نمیتونست اونطور که شایسته است جای منو پر کنه، نتونست، توان نداشت که این بچه‌ها به این صورت مبتلا شدن. سوگندنامه برای یاشار یکی از فیلم‌هایی که بابک خرمدین ساخته، یه فیلم بدون مجوزه که در دوران دانشجوییش به صورت آماتور ساخته. اون هم در مورد پسری که درسش رو تموم میکنه، میره خارج از کشور که تحصیل کنه، ولی به خاطر علاقه‌ای که به پدر و مادرش داشته و حس دلتنگی بر میگرده و اون ادعا کرده که این فیلم رو بر اساس خاطرات خودش ساخت. نمیگم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، چون این داستان انقدر تلخه که من خودم چند روز درگیرشم، ولی حتما این ویدیو آپدیت میشه به محض اینکه اطلاعات جدید و موثقی بیرون بیاد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. اولا تسلیت از اون کام خدمتتون. خیلی ممنون، مرسی. آرزو دوست شما بود. چند بله. سال با هم دوست بودین. از خاطراتتون، از روحیه آرزو، شرایطی که گویا
درگیر بیماری بود. بله. و آخرین دفعه‌ای که دیدینش میشه برای ما بگین؟ بله، ما با آرزو و خانوادهشون تقریبا با هم در ارتباط بودیم. آرزو بسیار دختر خوبی بود و دچار بیماری MS بود، MS شدید. یعنی وقتی ما با هم دیگه بیرون میرفتیم، حتی من باید دستش رو میگرفتم حرکت کنه، با هم دیگه پیاده روی کنیم. و البته آرزو از در مورد مثلا قدیم که صحبت میکرد، یک چیزهایی رو ما بین به هر حال دوست بودیم با هم دیگه، چیزهایی رو عنوان کرد که حالا شاید لازم باشه الان من بگم. که میگفتش که پدرم در سنین خیلی پایین، شاید 8 سال 9 سالگی به من، و اصلا این بیماری MS من از اون ناشیه و مادرم هم میدونست و خب متعای انگار سرپوشی میذاشت روش. مادرشون چطور میدونست؟ خود آرزو میگفتش که مادرم میرفت بیرون، من و پدرم خونه بودیم و مادرم مثلا کاملا در جریان بود و فقط به من میگفتش که سکوت کن و سکوت سکوت سکوت. و همچنان این بیماری برای من از انقدر که فکر و خیال و برحال مشکلات فکری که همش پدرم با من مثلا این کار کرده فلان، باعث شد که این بیماری هم MS رو بگیرم، MS پیشرفته. شخصیتش چطور بود؟ دختر بسیار آروم، بی حاشیه، واقعا دختر خوبی بود، خوب همه رو میخواست، با همه خوب بود. من هیچ بدی، نه تنها من فکر میکنم هیچ کدوم از ما بچه ها دوستا با هاشش مشکلی نداشتیم. خب یه دفعه دوستتون دیگه نبود؟ بله، ما دیدیم خبری ازش نیست. من با اتفاقی چند تا از بچه ها حتی رفتیم دیدنش کنار خونهشون، همه شون میگفتن که پدرش در باز میکرد، میگفت آرزو جاش خوبه. یک بار ما توی پاساژ مادر رو میبینیم، میگیم خاله از آرزو چه خبر؟ میگه که زد زیر گریه و گفت آرزو ایران، از ایران رفته. خب شرایط جسمی شما براتون سوال نشد؟ چرا، برای ما سوال شد ولی ما دیگه کاری از دستمون بر نمیومد. ما دوستا با هم دیگه خیلی هی صحبت میکردیم که چطور میشه آرزو با اون شرایط رفته باشه مثلا استانبول یا ترکیه که مادرش گفته بود. و البته اون گریه هم خیلی گریه طبیعی نبود، یه آن گریه کرد و بعد گفتن که دوباره دم خونهشون بچه ها رفتن، من در کنار منزلشون رفتن، پدرشون گفتن که حالش خوبه، نگرانش نباشین، حالش خوبه. با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی الان خیلی گسترده است، شما دوست صمیمی بودین، توی بله. فضای اجتماعی دنبالش نگشتین؟ نخواستین باهاش صحبت کنین؟ والا چون چرا، خیلی دوست داشتیم این کار انجام بدیم، ولی واقعا یک جوری این خانواده، ما با اینا خیلی صمیمی بودیم و هیچ مشکلی هم نمی‌دیدیم، ولی یک دفعه تغییر جهت دادن. انگار که ما دوستا فکر میکردیم شاید آرزو حالش بد شده، نمیخوان نشون بدن به دوستاش شاید بدتر شدن حالش رو، شاید حتی به این به فکر رسیدیم که شاید بردنش کهریزک و نمیخوان ما ببینیمش. و همینجا دیگه فیصله پیدا کرد، یعنی فکر ما رفت به این مسئله. شما بابک، افشین، آزیتا، خواهر برادرای آرزو هم دیده بودین؟ بله بله. از اونها میده اون بابک بسیار پسر خوبی بود، سربازی بود. هر کدوم از این اعضای خانواده کار خودشونو میکردن، هر کس سرش تو کار خودش بود و هیچ ضد و نقیزی نبود توی خانوادهشون. درسته این مقدار خانواده عجیبی بود، اونم که دوست داشتم خیلی وارد عموم نباشن، منظور همش با خودشون روابط داشتن، ولی نه چیز بدی هیچ کدومشون من بدی ندیدم، نه رفتار خاصی دیدم، جز خوبی. پدرشون دیده بودی؟ بله پدرشون دیده بودم. پدرشون خیلی حالت نظامی طور بود، خیلی دیسیپلین داشت و یه مقدار پدرش سختگیری بود از این جهت. سختگیری‌ها توی چه مواردی بود؟ کلن آدم های نظامی سری چیزا رو خیلی منضبط عمل میکنن، ایشون هم همینطور بود، ولی ما دیگه به چیزای بالاتری فکر نمیکردیم. یعنی چون با بچه ها، من با آرزو و به هر حال حتی بابک، افشین با هم دیگه بودیم،
زیاد به پدر و مادر توجهی نمی کردیم. مادرشون هم خانم بسیار ساده ای بود، پذیرایی می کردن، ولی واقعا اصلا همچین چیزی برای ما هنوز ما هم شکیم. افتین چطور که باز زندگی می کرد؟ اونم پسر خوبی بود، بابک هم واقعا پسر خوبی بود، بچه هاشون واقعا بچه های خوبی بودن. من واقعا هنوز هم تعجب می کنم.